درود بر شما. به قسمت 27م که آخرین قسمت شاه جنگ چالدرانه خوش آمدید. با اینکه سواران استاجلو غیر از قسمتی که شب قبل وارد جنگ شدند، از صبح آن روز وارد میدان کارزار گردیده بودند و خان محمد استاجلو از بامداد روز قبل می جنگید، باز سوارانش از خود وی خسته تر به نظر می رسیدند. سپاه عثمانلی در جبهه شمالی ایران حمله خود را موقعی شروع کرد که در آن منطقه فقط یک مرد تازه نفس وجود داشت و آن هم علی محمد همدانی بود. استاجلو از حرکت سربازان عثمانی فهمید که منظورشان چیست و به افسران خود گفت: تصور می‌کنم که ما دیگر فرصت نخواهیم داشت که بعد از حمله عقب نشینی نماییم و باید از این به بعد بدون اینکه یک وجب عقب بنشینیم حمله کنیم تا نگذاریم سربازان دشمن از اینجا عبور کنند. افسران عثمانی به سربازان سپاه عثمانلی گفتند که باید بکشید و جلو بروید، چون جنگ می باید تا نیم ساعت دیگر خاتمه پیدا کند و اگر درنگ یا سستی نمایید ما خود شما را خواهیم کشت. طوری حمله سربازان عثمانی شدید بود که وقتی خان محمد استاجلو و سوارانش حمله کردند، تا اینکه جلوی پیشرفت سربازان خصم را بگیرند نتوانستند حتی چند ثانیه آنها را متوقف کنند، چون همین که یک سرباز از پای در می آمد دیگری جای او را می گرفت و با شدت به جنگ ادامه می داد. علی محمد همدانی در طرف راست استاجلو خوب می جنگید، اما نیروی تازه نفس او نمی توانست جلوی سربازانی را که از طرف مقابل بی یک لحظه توقف حمله می کردند بگیرد و سربازان دشمن از طرف راست علی محمد همدانی سر به در آوردند و اسبش را به قتل رسانیدند و او پیاده ماند. فشار شدید سربازان سپاه عثمانلی در طرف راست استاجلو بین سواران ایران ایجاد تفرقه کرد. رسم سواران این بود که وقتی اسب یکی از آنها کشته می شد و هم قطارشان پیاده می ماند، اگر می توانستند او را بر ترک اسب خود می نشانیدند و از میدان جنگ خارج می کردند. در حمله های سابق بعضی از سواران ایرانی که اسب را از دست دادند بدین ترتیب زنده ماندند. در آن لحظه خستگی اسب ها و سواران ایرانی و حمله شدید سربازان سپاه عثمانلی آرایش جنگی سواران را در طرف راست خان محمد استاجلو از بین برد و بین علی محمد همدانی و اطرافش فاصله به وجود آمد و همدانی نمی توانست از سوارانی که طرف راستش قرار داشتن کمک بگیرد و نه از سوارانی که با استاجلو بودند. وقتی همدانی بر زمین قرار گرفت، تبر در دست داشت و شمشیرش از کمر آویخته بود. کاسک و زره به نسبت زیاد او را از ضربات سربازان سپاه عثمانلی حفظ می نمود، اما سربازان سپاه مزبور که گفته شد از سربازان نخبه ارتش عثمانی بودند می دانستند برای از پای در آوردن مردی که کاسک بر سر و زره بر تن دارد باید با گرز بر فرقش کوبید یا با شمشیر پاهایش را قطع کرد. علی محمد همدانی چون خود را از سربازان سپاه عثمانلی محاط دید، دانست که جز به وسیله گردونه شدن نمیتواند از خود دفاع کند. علی محمد همدانی با تبری که در دست داشت چرخ زد و مثل فرفره میچرخید. تبر او در آن حال به هر کس که میخورد وی را به شدت مجروح میکرد. در حالی که علی محمد همدانی مشغول چرخ زدن بود، یک سرباز سپاه عثمانلی از پشت شمشیر انداخت و شمشیر به قفای زانوی چپ همدانی اصابت کرد و طوری ضربت شدید بود که مفصل زانو را قطع نمود و علی محمد همدانی از چرخ زدن باز ایستاد ولی نیفتاد. وی دیگر نمیتوانست روی پای چپ خود بایستد و به پای راست تکیه کرد و در صدد برآمد که با تیر از خود دفاع کند، ولی طوری با گرز بر کاسک او کوبیدند که همدانی روی زانوی راست بر زمین قرار گرفت و در همان حال با تبر خود دفاع می نمود. سربازی که به فرق همدانی گرز زده بود مرتبه دیگر گرز خود را روی کاسک آن مرد فرود آورد. این مرتبه گرز سرباز عثمانی با شدتی بیشتر به کاسک همدانی اصابت کرد، برای اینکه علی محمد زانو بر زمین زده بود و صاحب گرز بیشتر بر وی مسلط بود. گرز دوم کار همدانی را ساخت و آن مرد نقش زمین شد.
سربازان عثمانی از کاسک و زره و لباس همدانی و یراق اسب مقتول او فهمیده بودند که وی یکی از افسران برجسته ارتش ایران می باشد و کاسک را از سرش برداشتند که بتوانند با سهولت سر را از تنه جدا کنند و سرش را بریدند و تن بی سر را همانجا گذاشتند و سر را به عقب میدان جنگ فرستادند و خود به پیشرفت ادامه دادند. سربازان سلطان سلیم سرهای مقتولین را از بدن جدا نمی کردند مگر موقعی که می فهمیدند مقتول از افسران برجسته است و از این جهت سر مقتول را قطع می کردند و به عقب میدان جنگ می فرستادند که انتقال سر بریده از علائم پیروزی به شمار می آمد. این رسم که امروز وحشیانه جلوه می کند در قدیم در تمام کشورهای مشرق متداول بود و در جنگ ها سر افسران برجسته را قطع می کردند و برای سلطان یا فرمانده کل قشون می فرستادند و حامل سر انعام می گرفت. استاجلو صبح آن روز کاسک بر سر داشت، ولی در آن ساعت کاسک بر سرش دیده نمی شد، برای اینکه آنقدر عرق از سرش فرو ریخته وارد چشمهایش شده بود که می دانست اگر کاسک را بر سر داشته باشد کور خواهد شد و دیگر میدان جنگ را نخواهد دید. این بود که کاسک را از سر دور کرد، لیکن زره را حفظ نمود. بعضی از سواران ایرانی با اینکه زره داشتند نتوانستند که آن را حفظ نمایند و حرارت آفتاب و تعریق شدید آنها را مجبور کرد که زره را نیز از تن دور کنند. استاجلو با سر برهنه می جنگید و موهای بلند حنایی او گاهی از وزش باد پریشان می شد. استاجلو و سواران او بلافاصله بعد از پیاده شدن از اسب‌ها مورد حمله سواران عثمانی قرار گرفتند. جنگی که در آن موقع بین استاجلو و پیادگان او و سربازان سپاه عثمانی در گرفت زیاد طول نکشید. برای اینکه مقابل هر سرباز ایرانی 100 سرباز عثمانی قرار گرفته بود، سربازان خسته ایرانی در گرمای شدید نمی توانستند به هم بچسبند و یک صف پیوسته به وجود بیاورند، ولی سربازان سپاه عثمانی چون تازه نفس بودند تمام قواعد جنگ را مراعات می کردند. هر سرباز ایرانی به دست 10 سرباز عثمانی افتاد و آنها بدون اینکه خیلی به خود زحمت بدهند پیادگان خان محمد استاجلو را از یکدیگر جدا کردند و همین که صف سربازان ایرانی برهم خورد و جنگجویان شاه اسماعیل متفرق شدند معلوم بود که در چند لحظه به شهادت خواهند رسید، چون هر سرباز از طرف سربازان سلطان سلیم محاصره می شد. از 4 طرف ضربات شمشیر و نیزه و تبر و گرز به سر او فرود می آمد و هیچ کس نمی توانست به دیگری کمک کند و هر کس مجبور بود به تنهایی بجنگد و کشته شود. کسی تاریخ دقیق کشته شدن آن سربازان خسته را ننوشته که ما بدانیم آنها چگونه کشته شدند. حتی طرز کشته شدن خان محمد استاجلو هم در تاریخ نیست و ما نمیدانیم که آن سردار دلیر چگونه کشته شد. جسد او را بعد از خاتمه جنگ شناختند و روی سر و صورت و پاهای استاجلو آثار ضربات شمشیر و تبر مشاهده کردید و 2 قسمت از زره او از پشت بر اثر ضربات تبر دریده بود. بدون تردید منظره قتل پیادگان خان محمد استاجلو در جناح شمالی ایرانیان در آن روز منظره فجیع و در این حال در خور تجلیل بوده است، چون از بین آن سربازان خسته که شاید بعضی از آنها قدرت نداشتند که شمشیر خود را به حرکت درآورند، یک نفر پیدا نشد که فریاد بزند الامان و خود را اسیر سربازان عثمانی کند. یکی پیدا نشد که سلاح را بر زمین بیاندازد تا اینکه جان را نجات بدهد و هیچ کس در صدد گریختن بر نیامد. در همان موقع که سربازان پیاده خان محمد استاجلو و خود او با شمشیر و تبر سربازان عثمانی در جناح شمالی ایرانیان به قتل می رسیدند و کشته می شدند، در قلب جبهه ایرانیان بانک سربازان ینیچری هنگامی که کلمه اجاق را با آهنگ مخصوص بر زبان می آوردند بلند بود و تلوار آنها سربازان شاه اسماعیل را درو می کرد و خود آنها پیش می رفتند. شیخ محمد حسن شبستری با اینکه دانشمند روحانی بود می فهمید که به زودی در جناح جنوبی و شمالی جبهه ایران از پا در می آید
برای اینکه در هیچ یک از آن دو جناح کسی زنده نخواهد ماند که بتواند دفاع کند. با از پا در آمدن دو جناح شمالی و جنوبی، قلب جبهه ایران در ظرف چند دقیقه مورد محاصره قرار خواهد گرفت و شاه اسماعیل و سوارانی که با وی می‌جنگند کشته یا دستگیر خواهند شد و هیچ چیز نمی‌تواند جلوی محاصره قلب جبهه ایران را بگیرد. شبستری می‌فهمید که با قتل یا دستگیری شاه اسماعیل سراسر ایران به تصرف سلطان سلیم در می‌آید، چون در ایران کسی نیست که نفوذ کلمه و ارزش جنگی شاه اسماعیل را داشته باشد و بتواند مقابل قشونی چون قشون سلطان سلیم مقاومت کند. ولی اگر شاه اسماعیل زنده باشد می‌تواند یک قشون دیگر تشکیل بدهد و آذربایجان را از سلطان سلیم پس بگیرد. گرچه شاه اسماعیل گفته که بعد از مرگ او طهماسب پسرش را به سلطنت انتخاب کنند و یک شورای نیابت سلطنت عهده‌دار اداره امور کشور گردد تا اینکه طهماسب به سن بلوغ برسد و خود زمام امور را به دست بگیرد، مشروط بر اینکه سلطان سلیم او را زنده بگذارد. چون سلیم که دو برادر خود را با دست‌های خیش به قتل رسانید، بعید است که از قتل پسر شاه منصرف شود و بگذارد که آن طفل به عرصه برسد و برای او تولید زحمت ننماید. پس یگانه امید این است که شاه اسماعیل زنده بماند تا اینکه بتواند باز قشونی بسیج کند و سلطان سلیم را از آذربایجان و ایران اخراج نماید. شبستری می دانست که روملو نمی تواند شاه را از ادامه جنگ منصرف نماید و خود او باید مانع از ادامه جنگ وی گردد. شاه اسماعیل دارای قرآنی بود که گفته می شد به خط علی ابن ابی طالب نوشته شده است و در سفر آن قرآن را با خود می برد و هر جا که خیمه می زد قرآن را در صدر خیمه جا می داد. شبستری وارد خیمه شاه اسماعیل شد و قرآن را از آنجا برداشت و بعد عمامه را از سر گشود و با گردن آویخت و با پای برهنه وارد میدان جنگ شد و هر طور بود خود را به شاه اسماعیل رسانید و قرآن را گشود و فریاد زد: ای پادشاه ایران، ای پادشاه شیعیان، تو را به این قرآن که خط علی ابن ابی طالب است سوگند می‌دهم که به کرورها شیعیان ایران رحم کن و دست از جنگ بکش و از اینجا برگرد تا بتوانی مانع از این شوی که کرورها از شیعیان جد تو به دست سربازان سلطان سلیم کشته شوند. تو اگر به زودی دست از جنگ نکشی محاصره خواهی شد و سربازان عثمانی راه مراجعت تو را مسدود خواهند کرد. ای پادشاه ایران، من می دانم که برای تو مرگ از یک آب خنک و گوارا در این هوای گرم لذت بخشتر است، زیرا می دانی که به درجه شهادت خواهی رسید. اما بعد از تو کرورها زن و مرد و کودک شیعه گرفتار تیغ سربازان سلطان سلیم خواهند شد و سراسر ایران از دست خواهد رفت. شگفتان که در همان لحظه که شاه اسماعیل آیه قرآنی را که در دست شبستری بود از نظر می گذرانید، یک باد ناگهانی و شدید از شرق به طرف غرب وزیدن گرفت و خاکهای بیابان وارد چشم سربازان ینیچری شد. وضع جولیده شیخ محمد حسن شبستری و صفحه قرآن که مقابل شاه اسماعیل گشوده بود و اندیشه کردن شاه و سرنوشت کرورها از سکنه شیعه مذهب ایران و وزیدن باد ناگهانی و برخاستن خاک از زمین که به طور موقت سربازان ینیچری را نابینا کرد، خیلی در شاه اسماعیل مؤثر واقع گردید و به روملو گفت: دستور بدهید که همه عقب نشینی کنند و به دو جناح شمالی و جنوبی نیز اطلاع بدهند که عقب نشینی نمایند. در حالی که قشون عثمانی دو جناح شمالی و جنوبی ایران را اشغال کرده بود، عقب نشینی بازمانده نیروی ایران به فرماندهی خود شاه اسماعیل شروع شد و ایرانی ها مجبور بودند که با سرعت عقب نشینی کنند و فرصت نداشتند که تمام چیزهایی را که با خود آورده بودند ببرند. ایرانیان نتوانستند اجساد افسران و سربازان خود را که در میدان جنگ کشته شدند دفن کنند و چون می دانستند که مورد تعقیب سربازان سلطان سلیم قرار خواهند گرفت، با سرعت عقب نشینی کردند. هنگامی که سلطان سلیم وارد آذربایجان شده بود، شهرهای قزوین و اصفهان که هر دو پایتخت شد شهرت نداشت و از تهران پایتخت کنونی ایران نامی هم نبود، زیرا یک دهکده یا یک قصبه به شمار می آمد.
یک قسمت از رؤسای عشایر ایران در تبریز خانه داشتند تا اینکه به شاه اسماعیل نزدیک باشند و از همان موقع نفوذ رؤسای عشایر ایران در امور سیاسی و نظامی محسوس بود. با اینکه تبریز مرکز رؤسای عشایر محسوب می‌گردید و 1,000,000 و به قول مورخین 1,800,000 نفر جمعیت داشت، بعد از اینکه شاه اسماعیل در چالدران شکست خورد و سلطان سلیم راه تبریز را پیش گرفت، رؤسای عشایر برای جلوگیری از قشون سلطان سلیم اقدام به هیچ کاری نکردند و اون موضوع نشان داد که نظریه شیخ شبستری که به شاه اسماعیل گفت اگر تو از بین بروی کسی نیست که بتواند جلوی سلطان سلیم را بگیرد درست بود. ظهر روز دوم جنگ چالدران شاه اسماعیل قاصدی به تبریز فرستاد تا اینکه وضع وخیم جنگ را به اطلاع سکنه برساند و به حاکم شهر بگوید که خود را برای دفاع آماده کند. از اظهاراتی که قاصد مزبور کرد، حاکم و وجوه شهر دانستند که سلطان سلیم بدون تردید از چالدران خواهد گذشت و خود را به تبریز خواهد رسانید. شاه اسماعیل از این جهت به حاکم و وجوه شهر تبریز اطلاع داد که در چالدران شکست خواهد خورد تا آنها در فکر دفاع شهر باشند و حصاری شوند. او تصور می نمود که روحیه حاکم و وجوه شهر هم مانند خود اوست و آنها حاضرند که در داخل تبریز از گرسنگی بمیرند ولی شهر را تسلیم ننمایند. غافل از اینکه آنان بعد از کسب اطلاع از وضع جنگ طوری وحشت زده شدند که هر کس در صدد برمی آمد از تبریز برود و خود را از منطقه خطر دور نماید. از همان روز که قاصد شاه اسماعیل وارد تبریز شد، مهاجرت سکنه شهر شروع شد. وقتی مردم دیدند که اشراف و بازرگانان خانواده خود را از شهر خارج می کنند، طوری به وحشت در آمدند که هر کس توانایی داشت با خانواده خود از تبریز بیرون رفت که گرفتار سربازان سلطان سلیم نشود. گفتیم که عزت چاپین مشاور نظامی سلطان سلیم به او توصیه کرده بود که اگر شاه اسماعیل به قتل نرسید و دستگیر نشد در آذربایجان توقف ننما، چون نابود خواهی شد. شاه اسماعیل عصر روز دوم جنگ وقتی به سواران خود از میدان کارزار خارج شد، 11 زخم داشت و بین سواران او کسی نبود که مجروح نشده باشد. ولی آن مرد آهنین به جای اینکه در فکر معالجه زخم‌های خود باشد، بلافاصله قاصدهایی را به میانه و ارومیه فرستاد و گفت هر چقدر از پیادگان و سواران عشایر در آن منطقه هست، اهم از اینکه تعلیم یافته یا نیافته باشند، به راه بیفتند و در درگزین به وی ملحق شوند. و قبل از اینکه خود او به درگزین برسد، برای رؤسای عشایر کردستان و لرستان و تالش و گیلان و مازندران و خراسان نوشت که با مردان قبیله خود راه آذربایجان را در پیش بگیرند. 10 دسته سیورساد از درگزین به اطراف فرستاده شد تا اینکه آذقه و علیق جمع آوری کنند و در منطقه درگزین متمرکز نمایند، زیرا درگزین بعد از ورود عشایر ولایات بزرگترین اردوگاه ایران میشد و مردان عشایر نیازمند آذقه و علیق بودند. سلطان سلیم که پایداری شاه اسماعیل و افسران و سربازان او را در جنگ چالدران دیده بود، همین که میشنید پادشاه ایران راه تبریز را پیش گرفته، محاصره شهر را رها میکرد و مراجعت میکرد. همچنان که بعد از تمرکز عشایر آذربایجان در درگزین، سلطان سلیم نه فقط تبریز را رها کرد و رفت، بلکه از آذربایجان نیز خارج شد. مورخین عثمانی نوشتند آنچه سبب گردید که سلطان سلیم تبریز را رها کند و از آذربایجان خارج شود، شورش سپاه ینیچری بود. قدر مسلم این که سپاه ینیچری که با سلطان سلیم وارد آذربایجان گردید نشورید. ناگزیر میباید آن قسمت از سربازان ینیچری که در خود عثمانی به جا مانده بودند شوریده باشند، در صورتی که اثری بر شورش آنها مترتب نشده است، زیرا نه کسی را به قدر رسانیدند، نه جایی را گرفتند و نه حکومتی را تغییر دادند. یک بازرگان انگلیسی موسوم به هکلیوت که یک سال بعد از ورود سلطان سلیم به تبریز وارد آذربایجان گردید و آن شهر را دید، در کتاب خود موسوم به مسافرت یک بازرگان در ایران که به زبان انگلیسی منتشر شده چنین میگوید: سالها بود که وصف تبریز را میشنیدم و خیلی میل داشتم آن شهر را که میگفتند بزرگترین شهر مشرق زمین است ببینم، ولی وقتی به تبریز رسیدم مشاهده کردم شهری است نیمه ویران و سکنه آن
پژمرده و مفلوک به نظر می رسیدند و به من گفتند از وقتی که قشون سلطان سلیم وارد آن شهر شد، شهر تبریز با آن شکل در آمده است. در سال 1561 میلادی یکی از رجال سیاسی انگلستان موسوم با آنتونی جنکینسون وارد ایران شد تا اینکه از طرف الیزابت اول ملکه انگلستان نامه ای را به شاه طهماسب پسر شاه اسماعیل برساند. سفیر انگلستان از تبریز گذشت و در سفرنامه خود می نویسد شهر تبریز که آبادترین شهر ایران بود بعد از حمله سلطان سلیم به ایران ویران شد و از آن موقع تا کنون آبادی گذشته را باز نیافته است. همین سفیر می نویسد شاه طهماسب گرچه شجاعت پدرش شاه اسماعیل را ندارد، ولی چون می داند که دائم مورد حمله عثمانی ها قرار می گیرد، پیوسته یک قشون نیرومند را برای جلوگیری از آنها آماده نگاه می دارد و نگذاشته است تا امروز عثمانی ها در ایران دارای تسلط شوند. سلطان سلیم در جنگ چالدران 41,000 سرباز را فدا کرد تا توانست آذربایجان را به تصرف درآورد. و آیا ممکن بود وی بعد از یک هفته توقف در تبریز نه فقط آن شهر بلکه آذربایجان را تخلیه نماید و به عثمانی برگردد؟ اگر خود او مجبور بود به عثمانی برگردد، چرا قشون خود را از کشوری که با تحمل آن تلفات سنگین تصرف کرده بود برگردانید و می توانست قشون خود را در آذربایجان نگاه دارد تا مالکیت آنجا را از دست ندهد و خود با عده‌ای از افسران و سربازان به عثمانی برگردد؟ سلطان سلیم به طوری از حمله شاه اسماعیل می ترسید که وقتی از تبریز مراجعه کرد در هیچ جا درنگ ننمود تا اینکه از آذربایجان خارج گردید. قشون ایران در جنگ چالدران 27,575 سرباز پیاده و سوار بود و به طوری که گفتیم غلام علی قره‌باغی 2,000 سوار از ارومیه آورد و به شاه اسماعیل ملحق شد. از 29,575 سرباز که ایرانیان در میدان جنگ چالدران داشتند، 1,921 نفر از میدان جنگ برگشتند. ایرانیان در جنگ چالدران یک اسیر هم ندادند، اما 1942 اسیر از قشون سلطان سلیم گرفتند و بعداً شاه اسماعیل برای استرداد کردستان از پادشاه عثمانی از اسرای مزبور استفاده کرد. زیرا قشون سلیم بعد از خروج از آذربایجان وارد کردستان شد و آنجا را اشغال نمود و شاه اسماعیل به سرعت خود را به کردستان رسانید. سلطان سلیم در کردستان نبود و نیروی عثمانی وقتی مورد تعرض شاه اسماعیل قرار گرفت عقب نشینی کرد و پادشاه ایران تهدید نمود اگر قشون عثمانی با سرعت کردستان را تخلیه نکند اسرا را به قتل خواهد رسانید و عثمانی ها هم کردستان را فوراً تخلیه کردند. شاه اسماعیل در مورد اسیران عثمانی جوانمردی کرد و با اینکه سلطان سلیم در تبریز به قول مورخین ایرانی مردم را قتل عام کرد، پادشاه شیعیان اسیران عثمانی را به قتل نرسانید. ولی این عمل جوانمردانه در مردی چون سلیم که خود مورخین عثمانی وی را ملقب به یاووز یعنی بیرحم کردند مؤثر واقع نگردید و گفت شاه اسماعیل ترسید که اگر اسیران را به قتل برساند من مرتبه دیگر کشورش را مورد حمله قرار دهم و مرتدها را از دم تیغ بگذرانم. تمام سرداران نامدار شاه اسماعیل در جنگ چالدران کشته شدند و فقط دیو سلطان روملو از بین سرداران نامدار زنده ماند و از میدان جنگ مراجعت کرد و بعد مربی و پیشکار طهماسب پسر ارشد شاه اسماعیل گردید. در دوره‌ای که سلطان سلیم با قشون نیرومند خود به ایران حمله کرد، بیم قشون عثمانی و به خصوص دو سپاه ینیچری و ایچ‌اوغلان طوری در دلها جای گرفته بود که وقتی ملل شرق و غرب اسم آن دو سپاه را می‌شنیدند مرتعش می‌شدند. زیرا آن دو سپاه به ویژه سپاه ینیچری دارای سربازانی بود چون موجودات مافوق آدمی. سربازان مزبور ماشین جنگی به شمار می آمدند و نه ترس داشتند و نه از زخم خوردن متاثر می گردیدند و در بعضی از جنگ ها مشاهده اونیفرم سپاه ینیچری و چهره ها و دست های قرمز رنگ آنها کافی بود که سربازان ملل دیگر را وادار به تسلیم یا فرار کند. همچنان که در سوریه و حجاز همین طور شد و همین که سربازان عرب سپاه ینیچری سلطان سلیم را دیدند تسلیم شدند.
حتی سربازان ممالیک در مصر نتوانستند مقابل سپاه ینیچری سلطان سلیم مقاومت نمایند و پادشاه جوان عثمانی همان گونه که سوریه و حجاز را تصرف کرد مصر را هم به تصرف خود درآورد. اما ایرانیان ثابت کردند که از اونیفورم و سیبیل های بلند و کلوف و دست ها و صورت های قرمز رنگ سربازان ینیچری و حتی از تلوارهای آنان بیمی ندارند و عده‌ای کثیر از سربازان مزبور را که گل سرسبد ارتش سلطان سلیم بودند کشتند. جنگ چالدران سلطان سلیم را به کلی از شرق منصرف کرد و از آن پس تا روزی که زنده بود به فکر حمله به ایران نیفتاد و در عوض به کشورهای عرب حمله ور شد و سوریه و حجاز و مصر را تصرف نمود و خود را وارث خلفای اموی و عباسی و فاطمی کرد. ایرانی ها در جنگ چالدران شکست خوردند ولی شهرت جنگی خود را در آن جنگ جاوید کردند. سلطان سلیم که مردی بود با اراده و جدی و صفاک و در مدت 8 سال سلطنت خود فقط 8 سال امپراتوری با عظمت عثمانی را به وجود آورد، بعد از جنگ چالدران از شاه اسماعیل و ایرانیان ترسید و به همین جهت تا روزی که زنده بود پیوسته 50,000 سرباز در ایالت دیاربکر نگاه داشت که اگر ایرانی ها در صدد استرداد ایالت مزبور برایند بتواند دیاربکر را حفظ کند. 50,000 سرباز برای پادگان ایالتی چون دیاربکر آن هم در 500 سال قبل خیلی زیاد بود و بعد از سلطان سلیم جانشین وی سلطان سلیمان هم به طور دائم 50,000 سرباز در ایالت دیاربکر نگاه داشت، زیرا از حمله ایرانیان به آن ایالت می ترسید. شاه اسماعیل عزم کرد که ایالت دیاربکر را به ایران برگرداند ولی عمرش وفا نکرد که آن کار بزرگ را به انجام برساند. بعد از شاه اسماعیل هیچ یک از سلاطین صفویه نتوانستند که دیاربکر را به ایران برگردانند و آن ایالت برای همیشه از ایران مجزا گردید و جزء خاک عثمانی شد. بعد از این شاه جنگ در بهار سال 1523 میلادی مطابق با 930 هجری قمری شاه اسماعیل از تبریز به طرف قفقازیه رفت تا اینکه از ولایات ایران واقع در شمال رود ارس سرکشی کند. شاه ایران در محلی موسوم به ساین کدوکی که محلی بود خوش آب و هوا و دارای مرتعی وسیع توقف کرد و روز دوم توقف در آن منطقه اظهار کرد سرم درد می کند. شاه ایران تا غروب آن روز از سردرد ناراحت بود و بعد دچار تب گردید. از قضا در آن سفر طبیب مخصوص شاه که عنوان حکیم باشی را داشت با شاه اسماعیل نبود، زیرا از شاه اجازه گرفت که به اصفهان برود. اطبای محلی و چند نفر از کسانی که با خود شاه اسماعیل بودند و دعوی می‌کردند که می‌توانند امراض را معالجه نمایند نتوانستند مرض پادشاه ایران را تشخیص دهند، تا اینکه علائم مخصوص مرض حصبه محرقه نمایان گردید و دانستند که پادشاه ایران حصبه گرفته است. در حالی که پادشاه ایران دچار مرض حصبه شده بود از درد پهلوی راست هم مینالید و ما نمی‌دانیم که درد پهلوی راست او ناشی از آپاندیسیت بوده یا علتی دیگر داشته است. کسانی که با شاه اسماعیل بودند بهتران دانستند که شاه را به تبریز برگردانند و برای اینکه در سفر ناراحت نشود تخت روانی ساختند و شاه اسماعیل را در آن جا دادند و راه تبریز را پیش گرفتند. قبل از اینکه به تبریز برسند حال شاه اسماعیل بدتر شد و همراهان مجبور به توقف شدند و کسانی که از مسائل طبی اطلاع داشتند گفتند که امشب و فردا شب جزو شب‌های بحران مرض است و اگر پادشاه ایران تا فردا شب زنده بماند و عرق کند معالجه خواهد شد، وگرنه زندگی را بدرود خواهد گفت و شب دوم که به قول پزشکان دومین شب بحران بود پادشاه ایران در سن 38 سالگی زندگی را بدرود گفت. سپاس فراوان از شما که این مجموعه را دنبال کردین و به ما روحیه دادین. روح تمامی شهدای این آب و خاک شاد. چه مردان و زنان سلحشوری در این آب و خاک جانفشانی ها کردن تا این امانت ارزشمند و این خاک اهورایی به دست ما برسه. پس وظیفه‌مون سنگینه، باید این راه رو ادامه بدیم و این آب و خاک رو با جان و دلمون محافظت کنیم.
از این به بعد وقایع کوتاه و بلند تاریخ کشورمون رو در دناتیوی عرضه میکنیم. سپاس فراوان از دوستانی که از طریق پیپل به ما کمک کردن و سپاس از همه شما که ویدیوی ما رو به اشتراک میذارین تا هموطنان بیشتری در جریان تاریخ کشورشون قرار بگیرن.